مسیح در ما امید به جلاله این همون نیروییه که مسیح رو از مردگان بلند کرد و در ماست که جسم فناپذیر ما رو زنده میکنه مربوط به ایمان میشه بذارید یه بهتون بگم این یه سفره که همه باید برن همه خدا خدا اینجوری نیست که فقط برای تعداد کمی یه سری لطفا رو بکنه و فقط به یه عده نظر لطف داشته باشه کارهای مختلفی و از طریق هر کدوم از ما انجام میده که یکیش از اون یکی بزرگتر و قشنگتره هر کجای دنیا که هستید خدا از طریق شما کارهای عظیمی میکنه اگه بخواید که اون کاری که ازتون خواسته بکنید ولی به هر حال میخواستم یه کمی در مورد اینکه چقدر دعا و باورهامون مهمه صحبت بکنم یه چیزهایی رو یادداشت کردم دعا کنید که با هدایت روح القدس جلو برید و بعد با یه روحی مطمئن که با هدایت روح القدس حرکت میکنه کامپیوتر من برای هر اشتباه هم یه تیک تیک میکنه و من با خودم میگم که هیچ جای دیکتم خراب نبوده پس این چیه؟ این چه شده؟ بعد میدم که خودم اشتباه کردم کامپیوتر هم گاهی از ما باهوشتره اینجا نوشتم دعا میکنم که با هدایت روح القدس قدم بردارم بعد با روحی مطمئن بگم یه روزی حالا اینو نگفته بودم ولی یه روزی میتونم اونجا باشم و ببینمش میدونید اشکال کجاست اگه دعا کنم که باشم پس باید باور کنم که هستم پس اگه دعا میکنم و باور دارم که خدایی که میتونه با من هر کاری رو بکنه تا من باشم پس دعا نمی کنم که بتونم اون باشم میگم هستم خدایا کمکم کنه وز بشم بعد اونی که باید بعدش بگم بینه هر روز من از جلال به جلال بشه باید اون در میام امیدوار نیستم که یه روزی روزگاری بشم همین حالا میشم ایمان امید به چیزهایی که قرار اتفاق بیفته همیشه زمان حاله نه دیروز نه فردا همین الان ایمان داشتن مال حالاست نه وقت دیگه وای باورتون نمیشه چندین هزار ساعت خدا باورتون نمیشه واقعا توی خونه دور خودم میگشتم و میگفتم من از طریق مسیح مقبول خدا شدم من گناهکار نیستم من محکوم نیستم خدا منو دوست داره همه احتیاجات من بر اساس جلال و توانایی اونه که برطرف میشه بچه هم همه نجات گرفتن همشون از روح القدس پرن با یه شخصی که تولد تازه داره ازدواج میکنن یه سمیتون میگم این هفته همه چهار تا بچه اینجان عروس و دامادام و ده تا از یازده تا نبم این هفته اینجان میدونی چقدر قشنگی چه احساس خوبیه؟ و این به خاطر این نیست که راه رفتم و گفتم که امیدوارم که نباهام تو مشکل نیفتن یعنی امیدوارم میدونی از همه حالا دعا میکنم که هم با کسی که تولد تازه دارن ازدواج کنن زن و مردی که پر از روح القدس و برای جلال خدا زندگی کنن بهتر شروع کنید دعا کنید و بعد بگید باور میکنم با ترس زندگی نکنید خیلی بیشتر از هم دو سر خدای ازت میخوام که چیزهایی که باید در بچه‌ام عوض بشه عوض کنی. بعد نگید امیدوارم یه روزی این کارو بکنی. نه، خدای ازت میخوام این کارو بکنی و باور دارم که همین حالا داری روش کار میکنی. مهم نیست که این تغییر رو دیدم یا احساسش میکنم یا نه. باور دارم که تو داری عمل میکنی. میدونی چی میگم؟ بله، میخوام همه چی در این حال ببینید. در این زمان برای ما سخته که چیزهایی که نمیبینیم احساس کنیم با باور داشته باشیم خب حالا یه تاریخچه کوچیکی از یه چیزی براتون میگم امیدوارم براتون جالب باشه بر من خیلی جالب بود یه کتابی رو خوندم به اسم شیطان خوب و سرحال روی زمین زنده است و اینو می در واقع یکی از اولین کتابهای جالبی بود که برای رابطه عمیق با خدا خوندم این کتاب در سال 1972 نوشته شده بود تا اون موقع واقعا نمی‌دونستم که شیطان حقیقیه فکر می‌کردم که چه می‌دونم یعنی یه تصویری ازش داشتم که اون یه لباس قرمز بلند پوشیده و یه نیزه به طرف ما گرفته یه چیزی مثل یه شخصیت کارتونی ولی یه چیزی بهتون بگم شیطان زنده و سرحال روی زمینه و مهم نیست که این چیزا رو که دربارش میگم خوشتون بیاد یا نه باید در موردش حرف بزنیم چون تا وقتی که کلیسا فکر میکنه دشمنی نداره هیچ وقت متوجه نمیشه که در یک جنگه و باید یاد گرفت که چطور جنگید شیطان ما رو هدف گرفته آمین اینو میدونستید و هر قدم که بر میدارید حالا به هر فرم و شکل باید یه قدری براش بجنگید و یه قسمت از این نبرد اینه که در ایمان به خدا محکم بمونید و مهم نیست که چی به نظرتون برسه و یا چه جور احساسی داشته باشید میخوام فقط اینو بهتون بگم و امیدوارم که بگیردش گاهی ما زیاد وقت میذاریم به کارهای خدا که برامون میکنه کارهاش ایمان داشته باشیم به جای اینکه به خود خدا ایمان داشته باشیم حالا این نیست که نباید اون باور رو داشته باشیم ولی فقط باید این تصمیم رو گرفته باشم که به خدا ایمان میارم این کتاب رو که میخوندم در برای بعضی جاش فکر میکردم میدونید اینو هفته پیش به پیغامم اضافه کردم چون فکر کردم خیلی خوبه در سال 1704 اون زمانها مردی بود به اسم کنت این آقا از 69 مایلی خونش به اون طرف در جایی نرفته بود تو شهر پروست یه فیلسوف آلمانی بود حالا نمیدونم چرا کلمه فیلسوف برای ما خیلی اهمیت داره او فیلسوفه خب یعنی چی؟ فکر کردم حتی نمیدونم منظورشون چیه متلاش میکنم اون شخصی که در مورد یه ساله عمیق یه تئوری یا نظری رو میده فیلسوف کسیه که متفکره خب پس همه ما فیلسوفیم چون هممون یه نظری داریم در مورد خیلی چیزا یه تئوری داریم و اگه خدا کمک میکنه هر چی که ما فکر کنیم بقیه هم همه باورش میکنن بله این معنی زندگی و درک طبیعت یه نظر به خصوص یه شخصی که بر اساس دلیلی زندگیشو بنا میکنه بر اساس یک دلیل حالا خیلی بعد میشه کاش وقت داشتم یه تعدادی از آیاتی که درباره خطر دلیل و برهان هست نشونتون بدم و به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن اینو که پولس گفته خیلی دوست دارم تو اول قرنتیان دو دو میگه که میدونید آخه پولس اگه کتاب مقدس رو مطالعه کنید میگه که اون خیلی مرد زرنگ و با هوشی بوده متحصیل کرده تحصیلات زیادی داشته و احتمالا خیلی روش حساب حساب میکردن و شرط میمندم و شرط میمندم اون آدم متفکری بوده ولی هنوزم تو اول قرانتیان دو دو میگه که زیرا عظیمت نکردم که چیزی در میان شما دانسته باشم جز ایسای مسیح و او را مسلو قشنگی سعی نکنید از همه چیز سر در بیارید ایمان بیارید و باور کنید چرا اون مسیح مرد؟ ولی هنوز یک گناهکار پست هنوز زنده است. اینو نمیفهمیم. نمی و حتی اگه به یه نتیجه هم برسیم که فکر کنیم درسته احتمالاً بازم اشتباه کردیم. اشتباه کردیم بازم. برای همه اینجور سال یه جوابی دارم که بهتون میگم. نمیدونم. ولی میدونم که خدا میدونه و همین کافیه که بدونم. جواب رو نمیدونم نمیدونم چرا اینجوریه یا اونجوریه ولی خدا رو میشناسم و میدونم که دوست هم داره و میدونم که عاشقمه میدونم تا ابد با اونم و نمیام سعی کنم تمام سالهای عمرم رو با ناراحتی اینجا بگذرونم همه سالهای قشنگ زندگیم نمیدونم میدونید یا نه ولی خدا دوست داره مرموز باشه منم از این حالت مرموزی خوشم میاد پس فقط تصمیم گرفتم که مدل خداست و طبیعت اون در منه ما معما رو دوست داریم نشنید سعی کنید که بفهمیدش ولی من فقط بگم واو جویس پس ایمان چی میشه نمیشه فقط ایمان رو به خاطر چیزایی که میخوایم داشته باشیم یا راهی که میخوایم بعد گیج و منگ بمونیم که چرا نشد باید باور رو داشته باشیم اگه نشدم ایمانمون از دست نمیدیم شنیدی؟ اگه نشد ایمانمون رو از دست نمیدیم به اون چه که میخوایم ایمان داریم و بهترین ها رو باور میکنیم از چیزی که که شش گفت خوشم ماد اون به یکی که توی سختی زیادی بود گفت به قدرت خدا اعتماد کن و به بعدهاش برس بله قشنگه به قدرت خدا اعتماد کن ولی دنبال دریافت بعدهاش باش من همیشه ایمان دارم که با این اطلاعات محدودم که خدا بهترین رو برای من به انجام میرسونه ولی میتونم بهتون بگم که همیشه ای ایمانی هم لازمه چقدر فوق العاده است چقدر قشنگه که بتونید به خدا اعتماد کنید بله در خداوند لازم استراحت کنید بله خیلی ساکتی ها منو میترسونید ترسونید حتما روی چیزایی دارید فکر میکنید نه؟ آه؟, آه؟ خب چطور میتونم چیزی که نمیبینم حس نمیکنم باور کنم منظورت اینه که قرار زندگی مو بکنم و سعی نکنم و چیز سر در بیارم و اصلا مهم نیست که اونی که میخوام بگیرم یا نه چون میدونم که تا ابد با خدا خواهم بود بسه دیر بهتون بگم اگه میخواید شر رو بدبختش کنید بعد اینجوری بکنید بهش بگید تلاش تو بکن فرق نمیکنه چی کار بکنی تا نفس آخرم ایمانم به خداست آخرشم تا ابد با خدا در بهشت میمونم اگه خدا اون چی که میخوام رو بده باورش دارم اگم نده بازم بهش ایمان دارم و میدونم که این چیزایی رو میدونه که من نمیدونم و در هر حال من به اون اعتماد دارم بله کلیسا باید رشد کنیم باید از این بچه بازی ها و لوس بازی ها و مسیح قرقرو بودن دست برداریم باید شمشیرمونو رو به دست بگیریم ها خدایا 15 دقیقه دارم که یه پیغام چهار ساعتی رو تمام کنم خب این آقایی که سعی داره بهمون بگه که ما نمیتونیم یه فیلسوف بوده و دنیا از این آدم پره و نظر اصلی آقای کنت هنوز داره روی دنیای متمدن امروزه تاثیر میگذاره اینکه آیا انسان باید چیزهایی که با پنج حواس انسانیش قابل رویت نیست قبول بکنه یا نه همه رو زیر سوال میبره میگه اگه اون چیزی رو نتونه ببینه بو کنه لمس کنه یا مزه کنه پس نیست من اینجا دارم به همه میگم به خدا ایمان بیارید باور کنید که کلامش حقیقیه و مهم نیست که رو میبینید فکر میکنید میشنوید بو میکنید لمس کنید یا میچشید و این آقا میاد میگه که خب اگه با پنج حواست اون رو نمیفهمی پس احتمالا وجود نداره اون معتقده که مطلقا هیچ عمل و عکس عمل و نه هیچ شخصی نمیتونه اون چرا که از تجربه هاش خارجه قبول بکنه و این حقیقت آزادیه که تو فقط از قانون اخلاقیاتی که در شماست اطاعت کنید به عبارت دیگه هر که احساس میکنید براتون خوبه بکنید حالا این اولین کسی که در روش میگن پس نمیتونم بگم که هیچ کس دیگه قبل از این نبوده ولی این آقا که هیچ وقت از 69 مایلی خونشون طرفتر مسافرت نکرده این تئوری رو داشته و اونو پخش کرده و مردم اونو قبول کردن شریر اینجوری آب کاه و خاینه بعد یکی دیگه میاد با یه فکر انفجاری دیگه که اسمش هگل بوده و تو سالهای 1800 زندگی میکرده و ایده اون آقای اولی رو بر میداره و به بقیه میده این ارث بیرحمانه و آشوبی رو که تاثیرش هنوزم که هنوزه قرن ما رو نابود کرده اون رو به بقیه میده به اون فیلسوف دیکتاتور آلمانی میگن این باورش اینه که یک ایده یا نظری ای که به اون تز میگیم وقتی که با یه ایده یا نظر متضادی ادغام میشه تئوری دیگه ای رو به وجود میاره که یک ترکیب جدیدی رو درست میکنه یک سه بهتون بگم این در مورد مواد شیمیایی کار میکنه ولی در مورد کلام خدا کار نمیکنه حالا بذارید یه مثال براتون بزنم <applause> این چیزی که ممکنه یه همچین افکاری رو درست بکنه حالا گرچه کلام خدا اگه من فیلسوف بودم میگفتم حالا گرچه کلام خدا میگه نباید زنا کرد امروزه مجازه چون میبینید ما توی قرنی زندگی میکنیم که همین کارا رو میکنن شنیدید این چیزای احمقانه که امروز باش رو, به رو هستیم رو هستین حالا میدونید من میدونم که یکی رو عصبانی کردم وقتی میگم نمیخوام این کارو بکنم ولی میدونید چی من به خدا جوابگو هستم باید با شهامت این پیغامو بدم که مردم در مورد رفتارشون فکر کنن چطور جرأت میکنیم به خودمون مسیحی بگیم و بعد مثل بقیه دنیا عمل کنیم و یه جور دلایل فیلسوفانه براش بیاریم و بگیم عیب نداره میدونید امروز چقدر از مردم هستن که قبل از اینکه با هم ازدواج کنن با هم زندگی میکنن خیلی شایعه و میدونید چی از کارشون خجالت هم ندارن براشون مهم نیست که کی میدونه خیلی نرمال و معمولیه یه یعنی چیز عادیه و مردم این جور طرز فکرها رو کم 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 قبول کردن کم 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 تا جایی که کلیسا هم دیگه نمیدونه که این چقدر اشکال داره نمیخوام این پیغام رو با ناراحتی تموم کنم ولی فقط میگم باید جلوش رو بگیریم. آمین آخه قرن بسی کمه برا مهم نیست میخواد قرن پنجاه هم, هم باشه خدا عوض نمیشه کلامش عوض نمیشه برای فرقی نمیکنه که چقدر مدرن شدیم یه چیزایی تو خدمت کلیساییمون عوض شده؟ صحنه سخنرانی هامون، لباسمون یا موزیک های جدید و مدرن داریم چون میخوایم جوونا رو بیاریم ولی بتون بگم که از هم اولم گفتم ما میتونیم هرچی چی دلمون خواست رو میتونیم عوض کنیم ولی نمیتونیم اصل پیغام رو عوض کنیم اخلاقیات رو نمیتونیم عوض کنیم من جلد کتاب مقدسم رو عوض میکنم که همه اونو دریافت کنن ولی دعا میکنم هرگز در اخلاقیات درست داشتن سازشکاری نکنم فقط چون دنیا اینجوری هست. دروغ هنوزم دروغه. دزدی هنوزم دزدیه. کارهای غیر اخلاقی بازم غیر اخلاقیه. اگه تاریخ رو مطالعه کنید هرچی بیشتر مردم معلومات کسب میکنن بیشتر کمال رو کنار میذارن میتونم بهتون بگم که این کمال مطلق کمال مطلق صد درصد حقیقته این چیزیه که من اساس زندگیمه. باید تصمیم رو بگیریم که برای چه چی چیزی میخوایم زندگی کنیم من تصمیممو گرفتم حتی اگه 100 سالم هم که بشه قبلا میگفتم 93 سال حالا نمیدونم از کجا اینو گفتم ولی در موردش احساس خوبی داشتم بعد تصمیم رو گرفتم نه لج شهری رو در میارم 100 سال 100 سال عمر کنم ولی اگه 100 سالم عمر بکنم در مقابل ابدیت هیچی نیست هیچی با ابدیت قابل مقایسه نیست یعنی هیچی وقت ندارم همه اینا رو بخونم ولی فقط خیلی جالبه بعد یه آقای دیگه اومد به اسم کرگارد یه چیزای احمقانه دیگه بهش اضافه کرد بعد مارکس اومد و اون وقت بذارید داروین رو بگم حالا رسیدیم به قرن 19 و اون شناخته شد که خیلی جالبه هنوزم بهش میگن تئوری تکامل تئوری چیزی که مثلا یه آدم زرنگ تصمیم گرفت بهش فکر کنه و گفت همه فرمای زنده که شامل انسان هم میشه از یه زندگی پایینی شکل گرفته و بعد بالا رفته و تکابل پیدا کرده یعنی شاید من یه روزی گیاه بودم شایدم اولش کاکتوس بودم بعد یه یه گیاه خوشگل که یه گلم داشتم آه. بعد شاید یه روزی درخت شدم بعدش یه درخت میوه میوه خوشمزه بعد یه حشره بعد یه حشره بزرگتر و اونقدر زندگی کردم که یه دفعه شدم میمون حالا هم اینجوری هم بو 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 بو, بو یادم <applause> نمیدونم بعد از این چی میشم ولی یعنی واقعا جدا یعنی اینقدر احمقیم نه ما به وسیله خدا خلق شدیم از یه زندگی پایین شروع نکردیم آخرش اینه که اگه آدم حیوان بوده شاید باید مثل حیوانم عمل کنه اگه هدف و سرنوشت به خصوصی ندارم پس زندگی اصلا برا معنی نمیده اینجا توی کتاب مقدس میگه خیلی قشنگه اینا آخرش به کارهای غیر اخلاقی و ناجور و بدبختی ختم میشه و این کلمه نابسامانی رو همه جا میشنوید بچه های مدرسه باید حالا اطلاعات سکسی بگیرن لازم نیست نابه سامان باشم اگه بدیم در مسیح هستیم آمین لازم نیست گیج و بیج باشم اگه بدونم در مسیح کی هستم همه این دروغ هایی که شیطان طی این همه سال ها گفته و خیلی طول کشیده اشکال دنیای امروزه همینا اشکال دنیای امروزه اشکال دنیای ماست برای جامعه است برای همینه که مردم همدیگه رو میکشن و به زنان تجاوز میکنن و همین چیزا که میبینیم خب حالا بریم سراغ فروید آه 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 آه. اون بنیانگذار سرکولوژیه و <applause> راستی باید اینو بهتون بگم هر کدوم از این آقایون خدا نشناس بودن همهشون منکر خدا بودن فروید خدا رو انکار میکرد و برای معالجه کسانی که مشکلات روانی داشتن این تئوری رو پیشنهاد میکرد افکارش بر اساس مجاز دونستن جامعه که امروز توش زندگی میکنیم و توریش این بود نسل انسان کلا به وسیله لذت بردن انگیزه میگیره خب من با این مخالف نیستم جدا از خدا فقط دلمون میخواد هر کاری دلمون میخواد بکنیم و باورش این بود که همه چی با سکس شروع میشه و با سکس هم تموم میشه از خودم در نمیرم و مرد با لذات و شهوات جنسی ناخودآگاهانه راضی میشه به عبارت دیگه داره میگه که جامعه خیلی قوانین و شرایطی داره که این برای یک آقا یا یه خانم هیچی دیگه مهم نیست فقط مسائل سکسی چون جامعه نمیتونه بذاره که اون هر کاری دلش میخواد بکنه حالا جلوی این آقای بیچاره رو گرفتن و اون مریضه روانی شده و حالا باید معالجه بشه کریس تو واقعا از من باوشتری با درسته؟ اون وقت تعجب میکنیم که چرا اینقدر وضعمون خراب شده تنها کاری که باید بکنید اینه که امروز تلویزیون رو تماشا کنید تا بفهمید چقدر چیزای عجیب غریبی هستش دو دقیقه برنامه تلویزیون رو نمیشه نگاه کرد که, یکی... که یکی با یکی تو رخت خواب نپره یعنی کسافته واقعا آدم حالش به هم میخوره و بعد دنیا باید جلساتی برای متخصصین بذاره که بفهمن چرا اینقدر مردم همدیگه رو میکشن و مردم اینقدر به زنا تجاوز میکنن و بچه ها تو مدرسه خودکشی میکنن حالا یه دقیقه من اینجا متخصص شدم من یه تئوری جدید براتون دارم در آغاز خدا زمین و آسمان رو آفرید آمین و در اون حیات بود و بدون اون حیات نبود و بهتون بگم وقتشه وقتش بلنشیم و ایماندار باشیم نباید اونچه که دنیا میگه رو قبول کنیم اون چه دولت میگه باید اون چه که خدا میگه رو باور کرد فقط خدا آمین بله خدا رو بپرستید